وقت شما عزیزان به خیر و شادی باشه. یکی از ویژگی‌های دعا در حضور خداوندمان این هست که ایمانداران در زندگی، در موقعیت خانواده، در محل کار، در خدمت، در کلیسا، در کنار دوستان متمرکز خواسته و اراده خدا میشن تا مبادا در دام نقشه‌های شریر گرفتار بشن، مانند وسوسه ها، غرور و خشم و عصبانیت، کینه و نفرت و طمع و نیز حسادت، تا به قوت روح القدس در صبر و حکمت از مشکلات و دشواری ها نیز عبور کنم. کتاب مقدس به ما یادآوری می کند که آدم و حوا در عهد شکنی و همچنین قائن در کشتن برادر خودش و نوح در مستی و برهنگی در بین خانواده و ابراهیم از ترس هایی رو که داشت که باعث دروغ گفتن او شده بود، همون ترس ها، و همچنین موسی با خشم و عصبانیتی که در مقابل قوم خدا نیز ایجاد میکنه، و داوود نیز با زنا با همسر یکی از افسران خودش، در هیچ کدوم از این موقعیت ها نه آنان دعا کردند و نه اراده خدا را خواستند. از این رو بود که به دام نقشه پلید شیطان نیز گرفتار شدند. بنابراین کلام خداوند ما را تشویق میکنه به طور خاص خادمین خدا بیشتر در دعا باشند تا در مسیر دعا به این قوت و این حکمت برسند، تا مبادا در دام شریر گرفتار شده و باعث حیاتی که خدا به ما داده رو بشیم که از دست بدیم. در نامه افسوسیان 6:18 میخونیم که نویسنده این گونه اعلام میکنه: و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید، و برای همین به اصرار و التماس تمام به جهت همه مقدسین بیدار باشید. پس عزیزانی که مسیح ایمان آوردیم، این رو میدونیم کلید رهایی و کلید پیروزی ما برای قلمروی امور یک زندگی خوب و برای رسیدن به پیروزی و اهداف ملکوتیمون فقط دعا در حضور خدای زنده است.